آقای ایوب شهریار معاون مجتمعی نهادهای جامعه مدنی افغانستان و آقای آصف آشنا آگاه مسائل سیاسی برای بحث بیشتر در این باره اینجا در استیدیو با ما هستند اما در اول میریم سراغ آقای حجت الله مجددی عضو فدراسیون جورنالستان و گواه رویدادی که در آن فرشته کوهستانی جان باخت که آقای مجددی به گونه زنده با ما وصل هستند خیلی خوش آمدید آقای مجددی به برنامه از این رویداد بگوین در کجا و چگونه اتفاق افتاد تشکر عرض سلام دارم خدمت شما و بین های نیوز و تسلیت عرض میکنم و همه فعالان مدنی که از بهترین و جوانترین فعال خود امروز از دست دادن امروز حوالی ساعت پنج زمانی که بانو کویستانی برای کار اصلی خود که همیشه ایر وظیفه خود میپنداشت رسیدگی به مشکلات نیازمندان در قریه دهنه و عزت خیل ولسوالی سی اول کوهستان که در حدود 4 تا 500 متر باز ولسوالی و از کماندانی امنیت فاصله نداره برای سروی نیازمندا آمده بودن و قرار بود یک ایره با هلال احمر افغانی شریک بسازن و بر جوا کمک صورت بگرد ساعت پنج زبانی که از این منطقه می در نزدیکی ولسوالی، در فاصله بین قریه دینه زد خیلی ولسوالی افراد مسلی موترسکل سوار بالای از شلیک بکنن که خودش با یک برادرکش شرام جان جان باختن و یکی دیگه از فامیلای از که باشنده قریه ماستن و از ناحیه پا جراحت برداشتن اه... درست بلید. چگونه این اتفاق در چند صد متری فرماندهی پلیس رخ می دهد مجددی آیا وضعیت امنیتی در کوهستان حصه اول و این روستا به این اندازه نگران کننده و وخیم است آنچه تا امروز و دیروز ما را زیاد امیدوار می ساخت وضعیت بسیار خوب امنیتی از این منطقه بود ما از هر جا نسبت به هر جا در این ساحه خود راحت احساس میکردیم مگر واقعا حادثه رویداد امروز و جانباختن بانو کویستانی نه تنها ما و مردم از این منطقه را که در مجموع مردم ورسوالی حسی اول کویستان که از امترین ورسوالی های افغانستان به شمار میره نگران ساخته و امیدوار هستیم که ای به این موضوع رسیدگی شوه و به این نگرانی مردم از ورسپالی خاتمه داده شده سپاسگزار از حضور شما آقای حجت الله مجددی که در برنامه با گونه زنده با ما وصل بودید آقای شهریار با شما آغاز بکنیم اینجا در استیدیو نشستی که امروز برگزار شد در مورد مدافعان حقوق بشر با افزایش تهدیدهای 50 درصدی در برابر این ای گروه و این بخش جامعه آیا تکان دهنده نیست من به خدا یک هم همتا سلام درود خدمت شما و جناب آشناس بدون شک متاسفانه در سال خصوص 2020 تهدیدات علیه مدافعان حقوق بشر رو افزایش است وی بسیار تکان دهنده است به خاطر اینکه بسیار اوقات ما که کار میکنیم با کمیته مدافعان حقوق بشر به خصوص با کیس های مختلف و قضای مختلف سر کار داریم سرمنشی از این تهدیدات خیلی اوقات فهمیده نمیشه در مفهوم است که بسیاری از کسانی که بخواین حریف های خود را از میدان بر کنار بکنن هیچ فهمیده نمیشه که واقعا سرمنشی از اون حکومت است مثلا طالباست و از محلی است مافیا هاست و فکر میکنم پیشرفت از این وضعیت بسیار خطرناک است و بخصوص خصوص کسایی که میخواین کار در واقع مدنی داد و, و دادخواهی را انجام بده زمینه های از اونا را کاملا اینا میزنن و بسیار میتونه این موضوع پیمت های جدی داشته باشه آنچه که شما هم ذکر کردید در سال 2020 میبینیم که خشونت ها رو به افزایش است ولی آنچه که ما به قضایه که که رسیدگی میکنیم نسبت به سال 2019 26 درصد خشونت ها و تهدید ها علیه مدافعان حقوق بشر بر اساس که پیش ما میرسه رو به افزایش بوده و فکر میکنم پیشرفت از ای در ای این وضعیت بسیار خطرناک است. یافتین که علت و انگیزه این کار چی میتونه باشه یعنی به دنبال چی هستن چی میخواین از کشتن مدافعان حقوق بشر خبرنگار فعال مدنی و کسای دیگری که برای مردم سالاری و دموکراسی کار میکنن و آزادی بیان بر اساس قضایی که به کمیته مدافعان حقوق بشر مراجعه میشه و هم کسانی که مورد تهدید از خودشون مراجعه میکنه و هم قتل هایی که صورت میگیره با خود ما رو بررسی میکنیم ما فکر میکنیم بسیاری از مسائل چون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اینجا دخیل است. وقتی که این نکته را اشاره میکنیم موضوعات اقتصادی در این مفهوم است که بسیار از کسانی که در مقابل مافیاها و کسانی که به گونه زیاد دخل هستند در موضوعات مثلا زد و خورد و فساد و امثال از اونا استادگی میکنند، دادخواهی میکنند، متاسفانه علیه از اونا میبینیم که در واقع بعضی از کارهای صورت میگیره تهدیدهای صورت میگیره موضوعات سیاسی هم مطرح بوده مثلا علیه بسیاری از آدم هایی که چی در گروه های مخالف مسلح بوده و هم در حکومت افغانستان بوده استدگی های صورت گرفته مثلا تهدیدهایی هایی که علیه از اونا بوده ناشی از موضوعات سیاسی هم بوده موضوعات اجتماعی هم بدون شک هستن مثلا بسیار تباید. از کسانی هستن که به خاطر بعض موضوعات دادخواهی میکنه و اینا خوش نمیخوره به کسایی که در جامعه هستند مثلا به گونه معتقد به بعضی حلقه عامل یا بزرگترین عاملای این قتل ها و ای کشتار های هدفمند اگر شناسایی شده و شما یافتین و میفهمین کی هستن این موضوع بسیار دشوار است به خاطر از اینکه ما نمیتونیم در واقع افراد را مشخص بکنیم بگیم که فلان نفر مثلا منشی تهدید بوده و یکی از موضوعاتی که برای کمیته مدافعان حقوق بشر و برای مشتبه جمع مدن افغانستان یک موضوع واقعا گنگ است و خیلی هم تکان دیگه ده دیگه نیست که ما سرمنشی امزی موضوعات و چون مسئولیت پذیرفته نشده در بسیاری رویدادات پذیرفته بر ما بسیار سپاسگزار آقای آشنا دیروز یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در قلب کابل تقریبا ترور شد امروز فرشته کوهستانی در کاپیسا وضعیت به کدام طرف روان است متاسفانه سال هاست که ما در یک بحران و در یک گرداب افتادیم که فقط در دور خود میچرخه این وضعیت و انسان های بیگنا و بیدفاع را قاپیده روان هست اکثریت از مردم افغانستان بیدفاع است و بیپناه هست و در بین مردم افغانستان همه رو که آقای شهریار گفت و مجموعی از فعالین حقوق بشر که امروز جمع شده بودن ابراز نگرانی کرد کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافت های خود را وقتی بیرون داد اینا کنار هم بگذاریم بخشی از صرفیت های مدنی سیاسی افغانستان که در افغانستان از ارزش های آزادی بنیاد ارزش های دموکراتیک ارزش های که مردم افغانستان در 18 19 سال اخیر به او دست یافتند و فضای جدید را با این ارزش ها ما میتونیم تعریف بکنیم در این فعال هست تحت فشار تحت تهدید و در معرض کشتار و سلاخی شدن قرار داره حالا سه تا گپ اول ما در آستانه گفتگوهای صلح قرار داریم و در متن گفتگوهای صلح قابل فهم هست که طالب ها به عنوان یک گروهی که با جنگ خود را تعریف میکنه با کشتار و جنایت تا اینجای کار در سیاست افغانستان معنا میشن و معنا شدن در وجدان مردم افغانستان اه. اگر اینا میخواین واقعا به صلح بیاین و نگاهشان مرادشان از صلح معنایشان از صلح هدفشان از صلحی است که هم افغانستان را کمک بکنن که به شرایط انسانی تر و عادلانه تر برسه هم به خودشان کمک بکنن که از جنگ کشتار و ترور و وحشت آفرینی دست بردارن بیاین در ادامه را با توسل به میکانیزم های قانونی تعریف شده بیاین سیاست بکنن و رقابت سیاسی بکنن با مخالفین سیاسیش انتظار از اینایی هست که اگر پشت این کشتارها نیستن که متاسفانه مسئولیت اول به اینا میگرده سوال هم اینجاست که ای اول متوجه طالب رد اینا رد کرده این اول دوست. متوجه اینا هستن اگر طالب راست میگه پشت این کشتارها و ترورها و جنایتهای زنجیری نیست اعلام آتش بس بکنه که مردم افغانستان بفهمه واقعا اینا نیستن اه. تا زمانی که طالب در گفتگوهای صلح به سراحت کلام اعلام آتش بس نکرده با اداره کابل گفتن اداره کابل گفتن اداره کابل گفتن بعید است که بتانه بر درست. مردم افغانستان حکومت بکنه درست. یا ام... یا فردای داشته باشد در سرنوشت مردم افغانستان بنابراین اگر طالب نیست صادق است راست میگه و در همین مقطع نگاهش بسول روی کردش بسول درست. یعنی پایان جنگ و خشونت است اعلام آتش بس اگر کنه طالب ای هست یا هر گروه اجازه هست ای ای اشنا فکر میکنین چی میخواین از این کشتاری هدفمند اجازه بدین بحث اول با طالب دفرم. بحث دوم با حکومت گپی که امروز آقای دانش گفت که آمد هشدار داد و یک ابلاغیه در واقع اعلام کرد برای ما فعالین سیاسی، فعالین مدنی و فعالین عرصه حقوق بشر و کسایی که دغدغه آزادی و روانهای دموکراتیک رو داریم اینایی که حالا به راست یا به دروغ سنگ حاکمان و حکومت و دولت مردی را به سنی خود میکوبند در افغانستان میگن که ما مثلا حکومت منتخب هستیم ما رو مردم انتخاب کرده مسئولیت قانونی شما بر اساس قانون اساسی افغانستان چیه؟ گزارش دهی و هشدار دهی یا تأمین امنیت اجازه بدین از خانم کویستانی گفتیم اجازه بدین حق داره بر مایی که بروزهای زیادی در خیابانهای کابل با هم اعتراض کردیم م... علیه نوشته داشته در صفحه فیسبوکش حق داره ای رو متنی را بل. بله. که می مردم افغانستان بفهمند که از قانون کویستانی حتی اگر کوی ما هیچ حرف دیگه نمی ولی این باید بخونم. من, م... من می خانم در لابلای برنامه دیر زمان شود روزگار توصد... خوشی ندارم زندگی به کامم تلخ شده بله, بله می دانیم اجازه بدارید کرده از بیت عوا مسئولان امنیتی من می خوام در لابلای برنامه بر به جز اینکه منو به من فرصت هم نگ دارم آقای شهریار هم نشستم نمیشه که من می خوام مسئولیت ماسک خواهی... مسئولیت ماسک می ما هم هست درست من خاطر می خوام بله روی فیسبوکش بله شکایت کرده که به وزیر داخله مراجعه کرده بله ولی توجه نشده میدانیم به رئیس امنیت مراجعه کرده و در پایان کار در متن یک درماندگی گفته خب اینا نکردن باگر... اگر, برای من هر اتفاقی خون بندی گردن بیفتم مس... خون بگردن اینا هم. چی معنا میتمی به توجه یا خواهش این یعنی, یعنی, شهروندان افغانستان تهدید میشن بله. آزار میبینن فشار میبینن بله. که دست از فعالیت سیاسی و از دادخواهی و از تلاش برای شرایط انسانی شدن شرایط در افغانستان سفر. سفر. گام برداره در ایراسا سفر. ولی وقتی زیر فشار قرار میگیرن میان اطلاع رسانی میکنن درست, درست. همین آقایانی که خانم کویستانی ازش نام گرفتن گفته بعد بر ما یک تدبیر امنیتی خلق کنیم خلق کردن یا نه سوال همینجاست که نکردن درست بپرسیم از اخواتم. متاسفانه اینها آنچه مردم از اینها میفهمن که چه کردن مهم. دزدی و غارت کود 91 است فسادهای شرماور است کاخ نشینی هست مردان سیاسی سفرست. که خانواده هایش در افغانستان نیست فرزندانش در افغانستان نیست از یک سوی شهر تا یک سوی شهر با تدابیر ویژه امنیتی با موترهای زره میگرده و محل کارشان درست. دفترشان هم تعلیمش زره هست ما با این یک مجموعه در درون بازرس با دولتی های خودم طرف هستیم میایم دوباره اینا غیر مسئول هستن مرگ و زندگی مردم افغانستان بر اونا معنا نداره اگر معنا می داشتن حداقل گام های عملی را بر داشتن و پوز های منزلتی و جدال منزلتی رقابتی بین خود را نمی کردن و عرصه امنیت را رسیدگی به نیازهای امنیتی مردم افغانستان را بدل به کیش شخصیتی و شخصیت تراشی آقای آشنا دوباره با شما آقای شهریار امین متن فیسبوک خانم کوهستانی آقای آشنا گفتن که باید خوانده شود و بخشایش میخوانیم از و... گفته از وزیر داخله خواستم رئیس مبارزه با جرایم از رئیس تحقیقات جنایی از رئیس صاحب امنیت ملی خواهش کردم و گفتم که زیر تهدید سخت امنیتی هستم ولی هیچ توجهی نشد. بعد در پایان گفته که از معاون اول رئیس جمهور و دیگر بزرگای کشور می خواهیم که توجه بکنن اگر اتفاقی افتاد خونم گردنشان اه. این یک فاجعه نیست اگر چون این به توجهی در کار باشه شک... یعنی دست دستی شهروندهای افغانستان به کشتن داده میشن چون این معنای داره بدون شکی فکر میکنیم یک فاجعه بسیار کلان است به خصوص زمانی که هشدار از طرف یک فعال مدنی کسی که به خاطر مردم کار میکنه ممکن صداهای مردم را بلند کرده باشه ممکن در مقابل یک فساد استادگی کرده باشه که فکر میکنم نوی تهدید از اونا باید همین یک چیزی بوده باشه تو موضوعات شخصی نه. وقتی که صدا میزنه برای ارگانهای امنیتی که شما این تامین امنیت بکنین امنیت ما را تامین بکنین و او را از طریق فیسبوک خود سرانجام در اوخه ابلاغ میکنه برای همه نه. که خودش در این مفهوم مثل یک است که شما به ابلاغ میکنین برای ارگان های امنیتی ولی میخواین تاسود افکار عمومی اونا رو مجبور بسازید باز هم اینا متاسفانه افکار عمومی رو در نظر نمیگیره موضوع فیسبوک و تهدیدات از اونها رو در نظر نمیگیره کدام اقدام مثبت و مؤثر انجام نمید بنابراین این همچون فاجعه ای که رخ می فکر میکنم مسئولی مسئول درجه یک نیروهای امنیتی است و خصوص ارگان های کسانی که در کاپیس ها هستند اینا باید پاسخ بگم ولی نکته ای که من اشاره میکنم در ادامه جناب آشنا بدبختانه یک مکانیزمی که حمایت بکنه از مدافعان حقوق بشر حمایت بکنه از فعالین مدنی و رسانه‌ای وجود نداره همین مهم است از،, نظر شما شما حتما نظارت دارین بر کار حکومت آقای آشنا اشاره داشت مسئولیت تامین امنیت شهروندان افغانستان را حکومت و نهادهای امنیتی داره اینا محافظ جان و مال مردم هستند ولی یک راه، راهکار یا کارشیوی ویژه و مشخص روشنی را رو تا حالا دیدیم که دخلقا. اینا بیاین محافظت بکنن و این مسئولیت را بجا بکنن یا نه در حرف بسنده شده و مشکل اساسی میشه, که, که, میشه که شعار داده میشه و بس دقیقاً مشکل اساسی که با سر میخوریم و در سالیان متمادی ما سر خوردیم آقای مثلا یوسف رشید کشته شد کوهستانی کشته شد و بعدها تن از خبرنگاران ما فعالین مدنی حقوق بشر کشته میشه متاسفانه پاسخگویی که در درون یک مکانیزم توسط حکومت وجود داشته باشه نداره مثلا شما نمیتونین یک فعال مدنی را مثلا یک فعال رسانه را با شما مقایسه بکنین با یک فرد عادی خب در هر جای هر کسی کشته میشه اینا به خاطر این مردم صدا بلند میکنم تا جایی که شخص خودم در جیران هستم همچون یک مکانیزمی وجود نداشت و حالا هم نداره خوشبختانه در تای فرمان رئیس جمهور کمیسیون حفاظت از مدافعان حقوق بشر اینا ایجاد کردن که در اصل از اون معاون دوم ریاست جمهوری و تمامی ارگان های امنیتی به شمول وزارت داخله به شمول لوی سانوالی ریاست امنیت ملی اینا همه در اینجا دخیل هستند انتظاری که ما داریم همه چیز نباید در, در شعار بوده باشه همه چیز نباید روی نوشته ها بوده باشه ما انتظار داریم از حکومت افغانستان میخواهیم که می کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعان خوب بشر که نو تاسیس کردن دارست. یک گام مثبت و بسیار خوب است و ما انتظار داریم که اینا, اینا تلاش کنن روی جنبه های عملی از که ما بتانیم حداقل از کشتن افراد که برای مردم کار میکنن از فعالین مدنی رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر از اونها جلوگیری بکنیم در صورتی که اگر قتل‌های زنجیری صورت می‌گیره در صورتی که اگر های از طریق فیسبوک ها بلاغ میشه باید همین مکانیزم روش کار بکنه روش رسیدگی بکنه ای تو نمیشه که هیچ کسی مسئولیت نگیره سرانجامش متاسفانه ما شاهد از دست رفتن یک فعال مدنی یک آدم بوده باشیم که برای افغانستان موثر بوده بسیار شو. کسانی که در دو سه ماه گذشته متاسفانه در این زنجیره باطل جانهایشان را از دست دادن آقای آشنا در بیش از دو ماه گذشته اگر زیابی تولونیوز نشان میده که در رویدادهای بسیاری بیش از 60 رویداد ضد امنیت رخ داده در نتیجه رویدادهای 133 تن جانهایشان را از دست دادند 280 تن دیگر زخم برداشتند این بار ارزش های افغانستان آماج قرار گرفته هدف قرار گرفته و نشانه است فکر میکنین که این دستاورد کلان در خطر نابودی قرار گرفته و کسی هم نیست که ازش محافظت بکنه ای که کسی هست محافظت بکنه یا نه پیش مردم افغانستان واضح هست من فکر نمی کنم که دو ماه باشه وقت پای ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، ارزش‌ها و دشمنان ارزش‌ها در میان باشد در یک جامعه، ارزشها برای مردم افغانستان قانون اساسی مردم افغانستان است. ارزش‌ها فصل دوم قانون اساسی است. حقوق مدنی سیاسی مردم افغانستان است. برای اولین بار در تاریخ سیاسی افغانستان بر مبنای همین قانون اساسی کنیم انسان افغانستان شهروند دارای حق رای یا صاحب رای شده ارزش ها حقوق مدنی سیاسی مردم افغانستان است آزادی های انسانی مردم افغانستان است این ارزش ها همزمان با که راه دشوار خود را با افتخیز در حال تی کردن و پیمودن و داره به پختگی میرسه سال هاست که دشمنان این ارزش ها هم همواره تلاش میکنه به گونه های به روش های در هر مرحله در هر مقطعی با ابزارها و شکل و شمایل بیای علیه این ارزش ها استاد شود در یک جا ارزش ها با کودت های تقلب نقض میشه حقوق مدنی سیاسی مردم افغانستان ده. در یک جا ارزش ها با واسکت انتحاری تهدید میشه در یک جا ارزش ها با ماین چسپکی تهدید میشه در یک جا ارزشها با فساد به بونبست میخوره با دزدی و غارت کد 91 به بونبست میخوره در یک جای دیگه با و کشتار ما کجا مردم افغانستان وقتی ما راه دشوار را در پیش داریم بلد. اگر طالب مطلع. فکر میکنه که با کشتار با خشونت با انسان کوشی در فردای افغانستان یک آینده برای خود میبینن اشتباه میکنند و اگر سیاسیونی که از نظام شعار میده از نظام جمهوری اسلامی افغانستان شعار میدن سپاس و به این ارزش ها صادقن از آن کنند اول از مردم افغانستان معذرت بخواین بابت تمام بی‌حرمتی که به حقوق مدنی سیاسی مردم افغانستان کردند بابت تمام کوتاهی هایی که برای تأمین امنیت و مسئله مرگ و زندگی مردم افغانستان کرده از مردم افغانستان معذرت بخواین و گام بردارن برای کمک افغانستان برای رفتن به مسیر صلح متاسفانه امروز صلح یک بازی سیاسی است برای یک عده تنازع بقا برایشان مهمتر است از سرنوشت میلیون ها انسان این افغانستان سپاسگزار فرصت مردم افغانستان در, در یک وضعیت قرار داره که مرگش بسیار ارزان است اما سیاسیون افغانستان اونهایی که همواره پا بر ارزش ها و جان و مال مردم افغانستان گذاشتن کسی هم که هم جانشان قیمته هم ممنون. زندگیشان هم هزینه امنیتشان قیمته هم, نیتشان هم غذایشان قیمته همه قمت شما هم آقای آشنا و آقای شهریار که در برنامه حضور داشتید